یه قصیده داره جناب ایرج میرزا که شدت علاقه مشخصه اینجا. آره به نظرم ایرج میرزا کلا بهترین شاعر معاصره، یعنی با احتساب حتی مثلا کسی دارم ویدیو ضبط میکنم، حتی با احتساب مثلا این کسایی که در فرمای دیگه تجاربی داشتن. حالا این شعری که من خوشم میاد دیدم که نیست توی یوتیوب، گفتم بذارم. اینجوریه که رفیق اهل و سرا امن و باده نوشین بود، اگر بهشت شنیدی بساط دوشین بود. چه حال خوب و شب جمعه خوشی دیدیم، چه بودی هر شب هر جمعه حال ما این بود. عجب شبی و احبا گذشت و پندارم، که چشم چرخ در اون شب به خواب سنگین بود. جهان به دیده من ناپسند می آمد، ولی در آن شب دیدم که دیده بدبین بود. لوازم طرب و موجبات آسایش ز لطف حاج امین جمله تحت تعمیم بود. تمام حرف وفا در لب و صفا در چشم، نه در سری هوسی بود. این ولی این نسخه جناب محجوب، آقای محجوب اینو اینجوری آورده که نه در سری هوس بد نه در دلی کیم بود، ولی یه جای دیگه من یه جور دیگه خوندم به نظرم اونجوری بهتره. اینجوری بود که نه در سری هوسی بود نه در دلی کین بود. سر و دل کین و هوس. میدونم خیلی این اشتباه نوشته، نوشته که هوس بد، حتی کسر اینا هم گذاشته که یعنی مثلا اینجوریه. پس شما ما موافقی؟ از دوستان موافقی؟ نه از میلسپو. میلسپو مسئول امور یه اصلاحیه فکرام رضا خان میخواست انجام بده زمان خودش، معلومه که رضا خان زمان خودش خواست، رضا شاه هم بوده تو احتمال الان موقع یا حتما. آره ایشونو مسئول چیز کرده بوده، اصلاح امور اقتصادی. احتمالا خیلی مثلا اون دور زمانه وقتی جمع شدن رضا بهش زیاد حرف میشده دیگه، مثل مثلا حرکت حماس توی این شبا احتمالا. نه از میلسپو آنجا سخن نه از نورمال، نه ذکر آنقره نی صحبت فلسطین بود. نه گفتگوی رضا خان نه یاد اولاش بوده، نه یاد احمد شاه، نه فکر مؤتمن الملک رو ذکر چایکین بود. این نمیدونم چایکین کیه، میدونید؟ خب انار و سیب و به و پرتقال و نارنگی، کباب بره خوب و شراب قزوین بود. عرق به حد کمال، آبجو به حد نصاب، گل و بنفشه فزون طرز حد تخمین بود. معاشران همه خوشروی و مهربان بودند. این توصیفی که من مثل سریال وامپایر دایریز هم میوردم با یه ذر تغییر، البته تو کتاب و توسعه هست اینجوری دیگه، هیچ آدمی مثلا معمولی نداره، همه خوشگلم همه خوشتیپم. معاشران همه خوشروی و مهربان بودند، یکی نبود که بد خوی و زشت آیین بود. جلال و حاج زکی خان و اعظم و سلطان، ادیب سلطنه و فت بود و فرزین بود. این قمری که تو بیت بعد میگه همین خواننده که احتمالاً اسمش شنیده. جلال و حاج زکی خان و اعظم و سلطان، ادیب سلطنه و فت بود و فرزین بود. بس است آنچه شنیدی تو، یا بگویم باز؟ بتول بود و قمر بود و ماه و پروین بود. نگارخانه چین بود و بارنامه هند، هزار چندان بود و هزار چندین بود. بتول چارقدی بر سرش ز منسوجی، که نسج آن غرض از کارگاه تکوین بود. یعنی پارچه از پارچه‌ای که نمیشد بسازش، انگار نمیشد بسازش. به گرد آرزش از زیر چارقد بیرون، دو قسمت متساوی ز موی مشکین بود. سفید روی و بر اطراف آن دو موی سیاه بنفشه بود، که اندر کنار نسرین بود. نداده بود به خود هیچ گونه آرایش، که بکر بود و منزه ز قید تزیین بود. دلم تپید چو بر چشم او گشادم چشم، چو صعوه‌ای که گرفتار چنگ شاهین بود. قمر مگو که یکی از ودایع حق بود، قمر مگو که یکی از بداویه چین بود. به پاز حله زربف داشت پاچینی، چه گویمت که چه ها در میان پاچین بود. از آن لطافت و آن پودر و پارفم و توالت، شبیه مادمازل های برن و برلین بود. دوتا شهرهای آلمان. مثال خوشه خرما فراز نخل بلند، نموده جمع به سر گیسوان زرین بود. نشانه بود که آن گیسوان به هم ریخت. خیلی با این مضمون شاعرها کاری دارن و هنوز هم فکر میکنن. شهریار مثلا تو زن پررنگ که اون خیلی زیاد داره. نشانه بود که آن گیسوان به هم میریخت، کلید محبس دلهاوی مستمندی بود. این ولی به نظر از همشون بالتره، خب البته خاطر علاقه شخصی هم هست بهشون، ولی به نظرم یه بهره اجتماعی هم برده حداقل. مرا به مهر ببوسید و من خجل گشتم، که پیر بودم و رخسار من پر از چین بود. دلم جوان شد و طبعم روان از آن بوسه. این طبع که صحبت میکنن اون قدرتیه که باعث میشه شعر رو ازشون در و کنند، شعر رو به قول
اون سریال میرم مادری. آره این تب که میگه، تب روانم این راحت میگه دیگه. دلم جوان شد و تبم روان از آن بوسه، مگر به لعلوه یا به حیات تزمین بود. بتول شور به مجلس فکند با ویولون، قمر مطابق او در غناء شیرین بود. آقای غناء یا غناه صدا بود درستر کدومه؟ به معنی موسیقی غناء درست رو که مرسی خیلی خوب است غناء. بتول شور به مجلس فکند با ویولون، قمر مطابق او در غناء شیرین بود. به یک تغنی او در نشاط می آمد، اگرچه قلب پدر مرده طفل مسکین بود. در رجوع دلش کلم میگه این بیتو دقت بفرمایید یه بار دیگه. به یک تغنی او در نشاط می آمد، یعنی دلش، اگرچه قلب پدر مرده طفل مسکین بود. ز یک ترنم او شادمان شدی، گرچند طلاق دید زن ناگرفته کابین هم، یعنی مهریه، طلاق دید زن ناگرفته کابین بود. احتمالا به کسایی میگفتن که خیلی دیگه آسیان دیگه از دست شوهر و اینا، یعنی مهریه رو نمیگیرن که فقط جدا شد. هنوز هم هست بگم، یعنی باید باشه قاعدتا، چون چیزای سنتی داریم احتمالا، یعنی چون روال و روانده سنتی داریم، مصادیق سنتی هم پیش میاد. روان جامعه از این دو زن صفا میافت، اگر نه بر رخشان آن نقاب چرکین بود. اگه نقابشان چجوری اینا رو میدیده، شاید مثلا در بردن نمیدن. کشید کار در آخر به تعزیت خانی، که باده نوشان سرمست و باده نوشی میدن. کسخلبازی منظورش اتمالا یکی فقط کسخلبازی نزد، البته یعنی مثلا ادای تعزیت هم نشون در میبردن. یکی سکینه یکی مادر وهب میشد، همان دو با سنان بود و شمر بیدین بود. چو شمر حضرت عباس رو طلب میکرد، تکاویت سپر و گرز بود و زوبین بود. چه گویمت که چه میکرد اعظم السلطان، حقیقتا یکی از جمله ملاعین بود. جناب فرزین گه راست، اینجاش به نظرم بحالتر اینجاشه، اینجاش خیلی مثل دوم این بیت میگه جناب فرزین گه راست رفت و گاهی چپ. این جمله معترضه ایه که خیلی مدرنه به نظرم، حتی دارن مثلا شعرهای شاید قرن 5 و 6 هم دارن اینجوری، ولی خیلی توجه شاید نشده بهشون، یا من ندیدم به این جملات معترضه در متون. این یکی از بالترین نشونه من نظرم، یعنی خیلی پست مدرن. جناب فرزین گه راست رفت و گاهی چپ، همیشه این حرکت از خواص فرزین بود. ادیب سلطنه هم بد نشد در آخر کار، اگرچه اول شب با وقار و تمکین بود. چون نیمی از تازه نیمی از شب بود، چون نیمی از شب بگذشت، سفره آوردند که اندران خورش قیمه بود و تحچین بود. این مثل سعدیه، شکم پرست کند التفات بر معکول. اتفاقا اینجا یه جمله متضاد خفن دیگه داره، میگه چون این از شبه سفره آوردن که اندران خورش قیمه بود و تحچین بود، شکم پرست کند التفات بر معکول، به خاصه که از سر شب بار معده سنگی بود. ادیب و فرزین بعد از دو ثلث شب رفتند، کسی که مان به جا فتح و آن خواتین. جمع زن یا دختر؟ خاتونه، آره جمع خاتون بکنم. آره جناب کجا بودیم؟ ادیب و فرزین بعد از دو ثلث شب رفتند، کسی که مان به جا فتح و آن خواتین بود. اون دوتا خاتون، جناب حاج امین با اینجاشم باله، جناب حاج امین با قمر به یک جا خفت، اگر چه کسفت جا و وفور بالی بود. بلی قمر یکی از جمله خبیثات است، و اینم عالیه، میگه ولی قمر یکی از جمله خبیثات است. بعد یو بی ربط، یا حداقل به نظر میرسه خیلی بی ربط، میگه وکیل محترم ما هم از خبیثین بود. من و بتول به جای دیگر شدیم، ولی بتول بکر و جلال الممالک نین بود. آره چون توشته بودم شما ناتمام بوده. به یاد خلق خوش میزبان و مهمانان، بر این و بالین بر من عبیر آگین بود. یه دونه دیگه شما بگرفت. خلاصه بر من مهجور راست میخواهی، شبی که در همه عمر خوش گذشتیم بود. به یادگار شب جمعه گفتم این اشعار، که همچو وزم سزاوار شرح چونین بود. گمان نبود که دیگر شبی چونین بینم، که عمر من به حدود 53 بود. یعنی چند سال؟ 53 سالش. 53 سالش بوده، به نظرش دیگه همچی مهمونی رو تجربه نمی کنه. امید به زندگی یه ذره بهتر شده به نظرم، حالتا اتمن زمان شاید ذره بیشترم بوده حتی.